امروز همینان گرامی 20 اردیبهشت است، یادآور ماهی است که دکتر مصدق نخست وزیری خود را آغاز کرد. در آغاز این ماه در سال 1330 زنده یاد دکتر محمد مصدق از سوی مجلس شورای ملی به نخست وزیری برگزیده شد. یعنی مجلس ابراز تمایل کرد به ایشان و محمد رضا شاه به بیدرنگ به نخست وزیری او را برگزید. از این رو بران شدیم که بخشی از برنامه امروز رو به این رویداد اختصاص دهیم. اما پیش از آغاز گفتگو در این زمینه اجازه بدهید یک دو پرسش دارم از آقای امینی و سپس به موضوع اصلی باز میگردیم. آقای امینی عزیز سلام عرض میکنم. درود بر شما و بینندگان ارجمند، همیهنان گرامی. امیدوارم که شما و خانواده سرخوش و خرم باشید. خیلی ممنون از شما. همچنین شما آقای امینی، نمیدونم بجاست یا بیجا، یکی از همیهنان ما از مشتاقان برنامه شما میگفت اشکال آقای امینی نیست که خیلی شیفته مصدقه. درسته؟ ببینید جناب مهری، موضوع شیفتگی نیست تنها. راستی رو اگر نگاه کنید در این سالهای گذشته، یعنی از دوران پس از 28 مرداد 32 به این سوی، یک کارزار گسترده برای بدنام کردن و ویران کردن میراث مصدق در میان بوده. سالهای درازی که ایشان در زندان زرهی و سپس در تبعید در خانهش بودند، حتی دیدار با ایشان از سوی مردم ممکن نبود. خبر درگذشت او رو در یک آگهی بسیار کوچکی در گوشه‌ای از روزنامه‌های صبح و بعد از ظهر منتشر کردند و تا انقلاب 57 هم اجازه رفتن کسی رو جز یک گروه بسیار معدودی رو به احمد آباد نمیدادن. یک بار هم پس از انقلاب، همون نخستین اسفند سال 1357، مردم زیادی رفتن به مزار او، با آرامگاه او، و تموم شد داستان. و بعد از اون هم امروز هم ورود به خانه باغ او در احمد آباد که در اونجا در یکی از اتاقهای نشیمن اتاق کنارخوری اونجا بود به خاک سپرده شده، رفتن به احمد آباد آزاد نیست. و در این حکومت و در اون حکومت هیچ کوچه‌ای رو هم به نام این مرد بزرگ تاریخ ایران نامگذاری نکردند، و چه خوب که نکردند. ولی راستی این است که در این سالها هر کس که خواسته به آبرویی برسه، که البته بی آبرویی در واقع باید باشه، گویا مسئولیت خودش رو تاختن به مصدق و ویران کردن نام او قرار داده. حتی آدم‌هایی آمدن و میگویند، مثل آقای دکتر متینی، که ایشان رساله دکترا نداشته. در واقع این درست نیست، یا دیگران همین رو گفتن. حالا رساله دکترا ایشان به فرانسه در آرشیو، یعنی در واقع در اسناد فرانسه موجود هست، در دانشگاهی که ایشان این دکترا رو ازش گرفته، و بنده بخشی از اون رو در کتابم به چاپ رسوندم. من این رو یک وظیفه اخلاقی، میهنی و سیاسی میدونم که از جایگاه این مرد در تاریخ ایران باید پاسداری کرد. ما سیاستمدار پاکدامنی مانند مصدق در تاریخ مدرن ایران نداشتیم، شاید هم در تاریخ ایران نداشتیم. آدمی که به راستی ایران دوست بود، میهن پرست بود، آلوده به هیچ چیزی نبود و تا بن و استخوان هوادار آزادی و دموکراسی و حقوق انسان ها بود. و این است که بنده شیفته رفتار ایشون هستم. جایم که باید انتقاد داشته باشم انتقاد دارم، ولی برداشت این هم میهن درست است که من پاسدار در واقع ارزش هایی هستم که مصدق در فرهنگ سیاسی ما به یادگار نهاده. آقای امینی، بازم یه سوالی. این کتاب سوداگری با تاریخ، فرموده بودین جلد دومی داره.
بله جلد دوم تمام شده. من در حال نوشتین؟ غلطگیری هستم، تقریبا به همون اندازه جلد اول هست، حدود 700 و اندی صفحه هستش و امیدوارم تا 2-3 روز آینده به ناشر تحویل بدم و امیدوارم در این 1-2 ماه آینده به دست مردم برسه. چون دو کار همزمان انجام میدادم به درازا کشید. کتاب فدایان اسلام هم به پایان رساندم، امیدوارم اون رو در 2-3 هفته آینده در اختیار ناشر قرار بدم. و این است که در این جلد دوم هم من به پاره ای از ناراستی ها پرداختم، ولی به ویژه خود کارنامه زنده یاد مصدق رو و قوانینی که در این دوران گذشت و خیلی از اونها رو بسیاری از هممیهنان ما باهاش آگاه نیستن، از اونها آگاه نیستن، اونها رو من در واقع توضیح میدم و باز میکنم. شاید هم جلد سومی در میان باشد و اون هم به ویژه به برخورد مسئله اساسی نقد یا رفتار گروه های سیاسی اون زمان به ویژه گروهی مانند حزب توده و مصدق اگر فرصت کنم خواهم پرداخت. پس باید دوره های به سوی آینده و شهباز رو داشته باشید حتما. دسترسی دارم به همه اون. دسترسی دارم. چون اونجا خیلی فحش میدادن بهش. بله. البته شما نبودید. نه. آقای امینی، ما در گیرودار انتخابات هستیم در ایران. بله. اینجا نه. پرسش من از شما در ارتباط با این انتخابات اینیست که به نظر شما مردم شرکت کنند در این انتخابات یا اون رو تحریم کنند؟ برید جناب مغری، ما در سالهای گذشته یک گروه هوادار حرفه‌ای شرکت در انتخابات داشتیم در میان مخالفان حکومت، یه دم طرفداران تحریم حرفه‌ای که همیشه تحریم میکردن، یه دم همیشه شرکت میکردن. من با این نوع برخوردها هیچگاه موافق نبودم. به نظر من باید شرایط رو سنجید. در 3 دوره شرکت در انتخابات دارای یک منطقی بود برای گروهی از مردم. مثلا در دوران ریاست جمهوری، آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی که مردم رفتن در اون جنبش معروف دوم خرداد شرکت کردن، موضوع اصلاحات بود و آقای خاتمی نتوانست کار اصلاحات رو درست به جلو ببره و شکست خورد و عملا به قول خودش به تدارکچی رهبر تبدیل شد. در دوره دوم، دوره انتخابات، موضوع دموکراسی در میان آمد. یعنی دو کاندیدای معروف اون زمان، آقای موسوی و آقای کروبی، با برنامه‌های دموکراتیزی کردن جامعه و تغییر قانون اساسی یا اصلاح قانون اساسی پای در میان نهادند و به جنبش نیرومند، جنبش سبز و جنبش 88 انجامید و این ستن خانم رهنورد و آقای موسوی و آقای کروبی هنوز در زندان خانگی به سر میبرند. و یه جنب و جوش بزرگی بود، دلایلی وجود داشت برای اینکه مردم به صورت گسترده رفتن و در این انتخابات شرکت کردند. در دوره کاندیدایی آقای روحانی موضوع خیلی ساده بود. ایشان وعده و نوید داده بودند که این تنش با غرب رو ازش خواهند کاست و موضوع تحریم ها رو همراه با دست برداشتن از غنی‌سازی هسته‌ای به این پایان خواهند داد، یعنی برجام، و این انجام شد. ولی واقعیت دنیای امروز و شرایطی که ما در اون به سر میبریم در این است که در این سفارایی جهانی که به وجود آمده، جدا از اینکه کدام جناح رو در نظر بگیریم، از آدم‌هایی که هوادار آقای احمدی نژاد هستند تا پیرامونیان آقای روحانی و بیت رهبری، همه اینها در پیوند دادن ایران با مرتجع‌ترین و خطرناک‌ترین جریان‌های خاورمیانه دست دارن. یعنی در واقع باید گفت که در این دوری کارزار انتخاباتی ما اختلافی میان کاندیداهای ریاست جمهوری در حوزه بیرون آمدن ایران از این کارزارهایی که کشور ما رو به انزوا کشانده در عراق، در سوریه، در یمن و هر گونه کوششی که برای جلوگیری از هر نزدیکی صلحی در
خاورمیانه انجام میگیرد و ایران در اون دست دارد، ما اختلافی بین این کاندیداها اساسا نمیبینیم. یعنی دولت آقای زیر بلیط و سایه دولت آقای روحانی، ایران در این سالهای گذشته در رویدادهای بسیار هولناک و بی سرانجام جنگ قومی مذهبی خاورمیانه درگیر بوده و به جای اینکه ایران رو از این فرصت تاریخی برجام بهره بگیره و ایران رو با اروپا و غرب نزدیک کنه، ایران رو در جبهه روسیه و سوریه و کشورهای از این دست قرار داده و از این رو انگیزه‌ای برای مردم برای شرکت در انتخابات نیست و دلیلی برای نیروهای تحول طلب دگرگون خواه برای اینکه جامعه ایران سرانجام از جمهوری اسلامی گذر بکنه، برای اینکه از چیزی پشتیبانی بکنند وجود نداره. هیچ کسی در این انتخابات وعده این رو نمیده که ایران رو از این گرفتاری بزرگ باطلاق خاورمیانه عربی نجات بده و ایران رو از این پیوند جدا بکنه و با اروپا و آمریکا نزدیک بکنه، چیزی که باید سیاست، یعنی با غرب نزدیک بکنه، به چیزی که باید سیاست ایران باشه. همچنان در زیر سایه دولت روسیه به سر میبرند، همچنان ایران یکی از همپیمانانش کره شمالی است، از جنایات بشار اسد در سوریه پشتیبانی میکنند و جنگ مذهبی در عراق و جنگ قومی در یمن رو ازش پشتیبانی میکنند. طبیعی است که از اون سوی هم نیروهای مخالف مانند عربستان و دیگران در این کارزار کاملا آتش افروز هستند، ولی واقعیت این است که به داوری من اصلا نباید با این کارزار انتخاباتی در این دوره همراه شد. ممنونم آقای امینی. ده ها پرسش آمده برای برنامه شما، منتها من چند تاشو میخوام اگه اجازه بدید مطرح بکنم پیش از اون که به اصل موضوع برنامه بپردازیم. موافقین؟ خواهش می‌کنم. یکی از شنوندگان قدیمی این برنامه نوشتن که جنابان محمد امینی و حسین مهری عزیز، شما قول دادید در مورد میرزا کوچک خان چند برنامه صحبت کنید. به باورم میرزا کوچک خان تجزیه طلب نبود و یک مشروط خواه بود، هرچند اشتباهات دو سال آخر زندگیش به هر حال قابل انتقاد است. پاسخیشون رو بدید. کاملا نکته درستی است. میرزا کوچک خان اصلا در اون دوره موضوع تجزیه طلبی وجود نداشته. حتی جریان هایی که حتی مانند خزعل هم به اینها نمیتوان نام تجزیه طلب نهاد، چون در اون دوران میخواستن اون محیط و جای خودشون رو حفظ کنن. خزعل هم میگفت من میخوام در چارچوب ایران باقی بمانم تا جایی که خوزستان مالک بنده، مالک خوزستان باشم، مالیات خوزستان رو جمع بکنم و خودسرانه در واقع در اینجا حکومت بکنم. جریان های دیگری هم مانند مثلا جنبش سیمکو در ایل شکاک در غرب آذربایجان و مناطقی از کردستان، اونها هم در واقع میخواستن اون چیرگی خودشون رو در اون منطقه حفظ کنن. جنبش خیابانی که اصلا سودای جداسازی نداشت به هیچ روی. بنابراین اصولا در اون دوران ما با پدیده جنبش های تجزیه طلبی در ایران روبرو نیستیم. ولی ایشون تقاضا میکنن از شما که زندگی نامه میرزا کوچک خان مطرح بفرمایید. حتما در این باره اگر فرصت بشه برنامه خواهیم داشت. ولی میرزا کوچک خان بیشتر طرفدار اتحاد اسلام بود تا مشروطه خواهی. در چارچوب یک جنبش جهانی اتحاد اسلام کار میکرد و فکر میکرد در این چارچوب باید کار کرد، ولی جالب اینجاست که در پایان کار رفت و با جریانهای بولشویکی متحد شد و اساساً جنبش چپ کمونیستی ایران رو، اون زمان تازه پای ایران رو، همه کاره جمهوری گیلان کرد. ولی به هر حال باید برنامه ویژه‌ای در این باره داشته باشیم. کاملا حق با ایشان است. خیلی ممنون. نتیجه رو میدهم، وعده رو میدهم. بله آقای امینی، یک کم میهن دیگر گفتند که استاد گرامی خسته نباشید،
روز جمعه مورخه 8/2/96 ساعت 10 شب از برنامه تلویزیون اندیشه که برنامه شما پخش می شد کلیپی در قالب ترانه مربوط به کشتار ارامنه توسط عثمانی ها پخش کردید. این هم میگن من یک ترک ایرانی هستم. یادآوری می کنم که جناب عالی به عنوان یک استاد مورخ بهتر از خیلی ها می دانید کشتارهایی که ارامنه تو پرانتز جلوها در شهرهای ارومیه و سلماس در همان سالها مرتکب شدند یا کشتار دو دهه اخیر ارامنه در قره‌باغ آذربایجان بهتر است در این زمینه یادآوری شود. من در برنامه یک کلمه بود فکر می‌کنم اشاره کردم هر گونه درگیری قومی فاجعه به وجود می‌آورد. کشتار ارامنه رو از سوی ترکان جوان به عنوان نمونه‌ای که در برنامه با شما هم داشتم به عنوان نمونه‌ای از این دامن زدن به این جنگ‌های قومی ازش یاد کردم. جلوها البته اینها آسوری بودن، ارمنی نبودن. اینها آمدن به سلماس و زنده یاد احمد کسروی هم در زندگی نامه خودش اشاره کرده و من در کتاب خودم هم که درباره زندگی کسروی است از ایشان یاد کردم و در زیرنویس هم آوردم که درگیری‌های میان آسوریان و مردم مسلمان شد، همچنین میان ارمنیان و مسلمانان. شاید یک مقدار انتقام از کارهایی بود که در ترکیه انجام شده بود و کار بسیار ناشایستی بود. من از هیچ گونه کشتار یک سویه یا اصلا دو سویه اصلا پشتیبانی نمی کنم و حق با ایشان است. من در برنامه یک کلمه به این خواهم پرداخت حتما. آقای امینی، یک همیهن دیگر از شما می خواهند که در یک برنامه برای همگان اثبات کنید که دکتر مصدق مدرک جعلی نداشته. نمیدونم اینه کی گفته. از این حرفا زیاد میزنن. مدرک بعد میگن مدرکش جعلی بوده، میگن که یه آدمی آمده از این آدمهای مقداری آشفته و شاید روان پریش، میگوید که ایشان اصلا حرامزاده بوده و پدرش اون آقا نبوده، یه مرد دیگه. از یه چیزای عجیب غریبی که مطرح میکنن و هرچی بیده که خب الان دیدید که در یکی دو تا کتابی که در آمده به تازگی یا آدمی آمده و میگه اصلا مصدق یا در اسنادی که به اصطلاح کشف کردن مصدق عامل شوروی ها بوده، دیگران میگن عامل انگلیسی ها بوده، حزب توده که معتقد بود عامل آمریکا بوده. تکلیف رو روشن کنن تا ما بتوانیم به اون جواب بدهیم. حتما در یه برنامه من نمونه هایی از کار زنده یاد مصدق رو خواهم آورد و چون همون آدم هایی که این رو گفتن که این فرانسه هم بلد نبوده، میگن در خودش در زندگی نامه گفته من فرانسه بلد نبودم. مصدق گفته من هنگامی که رفتم به اونجا فرانسه بلد نبودم، ولی فرانسه یاد گرفته و تز دکترای او به فرانسه است و این تز رو خود او نوشته. ولی به هر روی اجازه بدهید که در یه برنامه دیگری به این بپردازیم. البته یه نکته خدمتتون بگم جناب مهری، میگویند که اثبات یک موضوع با مدعیه. بنده نمیتونم مثلا بیام بگم که جناب مهری شما در یه برنامه‌ای ثابت کنید که شما 60 سال روزنامه‌نگار بودید، من شنیدم نبودید و شایع است که شما در ایران در روزنامه‌های مختلف قلم می‌زنید. و شما باید به من بگید که شما اول ثابت کنید که این کارهای من ساختگی بوده. کسانی که ادعا رو میکنن باید نشان بدهن با مدارک که تز دکترای مصدق رو در مورد ارث در آیین شیعی کسی دیگری نوشته و نشان بدهن با اسناد. همینجوری که بگن ما میدانیم. خب جالب اینجاست که برخی از این آدمهایی که این حرفا رو میزنند استاد جعل هستند، یعنی خودشون کارهاشون برپایه جعل و قیچی کردن و هم چسباندنه، ولی خب این رو در مورد مصدق روان میکنن. به هر روی در این برنامه به اون خواهم پرداخت حتما. خیلی ممنون. شنونده دیگری به طور خلاصه میگویند کاش در این برنامه هایتان نقشه برنار لوئیس را هم نشان میدادید. بله. که در پیوست آورده تا
تا آنهایی که بله برنارد لوئیس میدونید یه شخصیت سرشناسی بود در دورانی که خیلی پیش از جمهوری اسلامی طرح تجزیه ایران رو مطرح کرد. بله طرفدار این بود که ایران زیادی بزرگ است و بزرگ بودن ایران به زیان خاورمیانه است و ایران باید کوچک بشود و البته خب کسی بهایی به این سخنان او نداد خوشبختانه. خب جناب آقای امینی، بقیه پرسش ها برای روزهای آینده بسیار. به خصوص راجع به طلاهایی که نزد شوروی ها بود و در زمان مصدق به ایران ندادند. خب آقای امینی، اما موضوع اصلی امروز چنان که گفتیم در اردیبهشت 1330 رویداد مهمی رخ داد و رویدادهای مهمی که در تاریخ ایران به حال به آنها اشاره شده است. در نخستین روزهای اون ماه، یعنی در یکم اردیبهشت 1330، دکتر محمد محمد تقی بهار ملک الشعرا درگذشت. اول اردیبهشت. مثل اینکه پدر گرامی شما هم در همین روز درگذشتن چند سال پیش. بله، 31 فروردین اول اردیبهشت 8 سال پیش پدر من درگذشتن و بهار رو هم از نزدیک میشناختن اتفاقا. بله. ببخشید 31 اردیبهشت؟ 31 فروردین اول اردیبهشت، چون نیمه شب بود دیگه. نمیشه گفت کدوم روز. بله. چند سال پیش بوده؟ 8 سال پیش. 8 سال پیش. من یادم صحبت کردیم در برنامه. بله. پس این یک تاریخ دیگه، یعنی دست کم 8 سال ما با هم گفتگو میکنیم. بله دست کم. بله. در روز ششم اردیبهشت 1330 سفیر کبیر بریتانیا در ایران مصوبه مجلس شورای ملی را برای ملی کردن صنعت نفت و اجرای آن یک کار عجولانه خواند و تلویحاً اعلام کرد که این کار میتواند عواقب وخیمی در پی داشته باشد. فردای انتشار این اطلاعیه، حسین علا نخست وزیر به بهانه ناتوانی از نخست وزیری کناره گرفت و در روز هفتم اردیبهشت در یک نشست فوق‌العاده مجلس شورا، جمال امامی که سپس یکی از دشمنان مصدق شد، به مصدق پیشنهاد نخست وزیری داد. چرا جمال امامی این کار کرد آقای امینی؟ ببینید، نمیتوان رفت و درون روح روان جمال امامی رو جستجو کرد، اما من یه نظریه‌ای دارم در این زمینه و مدارک زیادی هم در پشتیبانی ازش ندارم، ولی برداشتی است که از رویدادهای تاریخی دارم. ما با یک روندی در اون دوران روبرو هستیم که از تیر ماه سال 1329 آغاز شده، درست در همون زمانی که رزمارا، آغاز زمامداری رزمارا بوده، در گیرودار گفتگوهایی که از زمان ساعد شروع شده بود برای دستیابی ایران یا اعاده حقوق ایران در موضوع نفت، بحث تاریخی بود به طور کلی، و رفته رفته این گفتگو در کمیسیون ویژه نفت، کمیسیون خاص نفت که مصدق ریاست اون رو در دست داشت و در آغاز هم در اقلیت بودند، رفته رفته تبدیل شد به طرح ملی شدن صنعت نفت. یعنی گفتگو میکردن تا اینکه به جایی رسیدن که باید طرح ملی شدن صنعت نفت رو مطرح کنند و سرانجام هم در کمیسیون به اتفاق آرا 18 نفر، همه 18 نفر به طرح ملی شدن صنعت نفت رأی دادن و مجلس شورای ملی به اتفاق آرا طرح ملی شدن صنعت نفت رو تصویب کرد و مجلس سنا هم باز به اتفاق آرا چنین کرد و محمد رضا شاه هم بلافاصله این قانون رو توشیح کرد و در شامگاه پیش از نوروز سال 1330 قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران رسمی شد.
در اون دوران اختلاف نظر وجود می داشت میان مخالفان این طرح که چه باید بکنن، چون به هر حال کشوری مشروطه بود، مجلس به اتفاق آرا رأی داده بود و نمی توانستن جلوگیری کنند از اجرای این قانون، چون خود دولت بریتانیا در جریان خیلی سالهای پیش در جریان پیمان 1919 پذیرفته بود که پیمان 1919 باید به تصویب مجلس برسد و چون دولت بریتانیا خود یک دولت پارلمانی بود نمی توانست زیر پارلمان تصمیم پارلمان ایران بزند رسما بگوید که این طرح نمی تواند اجرا بشود. این است که کوشش کردن اجرای ملی شدن صنعت نفت رو درش گرفتاری ایجاد بکنند. عده‌ای بر آن بودند که شاید، من برداشتم این است که شاید جمال امامی از این دار دسته بود، که شاید گزینش مصدق به شکست او خواهد انجامید و پس از دو سه ماه او استعفا خواهد داد یا برکنار خواهد شد و پروژه ملی شدن صنعت نفت با بن‌بست روبرو خواهد شد و بنابراین شاید پیشنهاد نخست وزیری او برای یافتن راه حل رو به بن‌بست کشاندن ملی شدن صنعت نفت بوده. بگذاریم که جمال امامی دریافته بود که پس از استعفای علا آقای سید ضیاءالدین طباطبایی به کاخ شاه رفته و در اونجا علاقمند به گرفتن دستخطی از شاه برای ابراز تمایل به نخست وزیری است. البته شاه باید ابراز تمایل نشان میداده و سپس مجلس رأی تمایل به نخست وزیری یک کاندیدا یا اول شاه باید ابراز تمایل میکرده؟ نه، هر کدوم میتونسته باشه، یعنی یا مجلس میتوانسته مستقل رأی تمایل بده یا کسی رو شاه به مجلس معرفی کنه، ولی سرانجام مجلس باید رأی تمایل میداده و فرمان رو شاه باید صادر میکرده. قانون اساسی و سنت مشروطه در ایران چنین بوده، در بسیاری از موارد شاه در واقع جانشین نخست وزیر مستعفی یا برکنار شده رو به مجلس معرفی میکرده و مجلس در واقع او رو به رأی تمایل میداده. در این مورد تردید هست که آیا جمال امامی از سر دشمنی با سید ضیاء این پیشنهاد رو به مصدق کرده و یا به دلیلی که پیشتر اشاره کردم. مصدق دو سه بار این پیشنهاد به او شده بوده نپذیرفته، ولی به او خبر میدن که سید ضیاء در حال گرفتن فرمان هست. مصدق یک دشمنی و کینه بسیار بسیار ژرفی با سید ضیاء داشته و او را آدم اصلی بریتانیا در ایران میشناخته. سخنرانی هایی در مجلس 14 در مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاء معروف است. مصدق بلافاصله پیشنهاد جمال امامی رو میپذیره و از 100 نفر نمایندگان حاضر در جلسه 78 نفر گمان میکنم که رأی تمایل به مصدق میدهند و سپس هنگامی که مصدق هیئت وزیران خودش رو به مجلس معرفی میکنه و برنامه خودش رو به مجلس میدهد که برنامه شامل دو بند بوده، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری ها. از 102 نفر نماینده حاضر در مجلس 99 نفر رأی اعتماد می دهند به این برنامه و مجلس سنا هم با اکثریت 93% طرح دولت رو تصویب می کنه. یعنی در واقع قرار بوده که دولت مصدق با ابتکار و با پشتیبانی گسترده وارد کار بشود. یکی از کسانی که سخت دشمنی با مصدق رو آغاز میکنه و رأی میداده علیه او همین جمال امامی است و خب اون زمان حتما شما به یاد دارید، چون نخستین دولتی در ایران که دستور داد که مذاکرات مجلس از رادیو پخش بشود و حتی در برابر در میدان بهارستان بلندگو گذاشته بودن که مردم مذاکرات مجلس رو بشنوند، کسانی که در اون دوران زندگی میکردن به یاد دارن که جمال امامی در این رادیو تمام شهر صداش پیچیده بود، میپیچید. بله بله، خب صحبت هم خوب میکرد، آخه سخنور بود و بسیار با، خب میدونید که پدرش از معروفترین آخوندهای ایران بود، پدر او آیت الله خویی، امام جمعه خویی که در تاجگذاری رضا شاه یکی از آدمهای اصلی بود و در واقع رهبر دینی
اون تاجگذاری بود، در کنار فروغی که رهبر سیاسی سکولار اون تاجگذاری بود، ایشان جمال امامی فرزند آن امام جمعه خویی هستند. چند برادر بودن، این برادر سیاسی بسیار پر جنجال و پر از هوشی بازی بود. آقای امینی، بله. من خوانده بودم که جمال امامی خودش گفته بوده که من به محض اینکه دریافتم سید ضیا نزد شاهه و مقصودش رو دریافتم، رفتم پیشنهاد کردم که مصدق نخست وزیر بشه. این رو گفته، ولی من در اسناد دیگری دیدم که این رو جمال امامی ساخته برای اینکه مصدق رو قانع کنه که نخست وزیر رو بپذیره. یعنی ما شاهدی در دست نداریم که اون روز سید ضیا رفته بوده و این سند تمایل رو، معرفی نامه رو، هرچی هست رو از شاه بگیره. سید ضیا هفته یک بار با شاه نهار میخورده و گمان نمی کنم، فکر می کنم این رو جمال امامی بزرگ کرده برای اینکه مصدق رو قانع کنه که نخست وزیری رو بپذیره. بله، ولی هنوز قطعی نشده اصل موضوع. ببینید، متاسفانه دسترسی ما به اسناد به دلیل این دو دوره حکومت در ایران، محدود بودن دسترسی به این اسناد، پر از گرفتاری میکنه مسائل رو. یادمانده ها پر از شبهه هستن، پر از ایراد هستن، همه چیز رو در یادمانده ها افراد در میان نمیگذارن. اسناد مجلس، اسناد رسمی مجلس، خب اینها در دست ما هست، ولی بسیاری از اسناد دیگر در دست ما نیست و خیلی ها هم یادمانده های خودشون رو ننوشتند و یا اگر دستخط هایی از اونها وجود داره هم هنوز به چاپ نرسیده. فراموش نکنید دستخط های یا یادداشت های روزانه علم خیلی سالها پس از درگذشت علم به چاپ رسید، اصلا گم شده بود. جلد هفتمون رو که اصلا فکر میکردن در دسترس نیست، گم شده بود هفتم. بله، چه بسا که بسیاری از اسناد دیگر هم یک زمانی در دسترس ما قرار بگیرد. ولی ما چاره‌ای به عنوان، یعنی دست کم افرادی مانند من به عنوان تاریخ پژوه، چاره‌ای جز قرینه سازی یا مقایسه رویدادها برای نتیجه گیری نداریم، چون خیلی از اسناد رو ما نمیتوانیم قطعا تعیین کنیم. باید بگوییم که چنین بوده و چنان هم میتوانسته بوده باشد. آقای امینی، مصدق دو موضوع اصلی در برنامه‌اش داشت. بله. به این دو موضوع عمل کرد، یعنی کاملا مسئله نفت و دیگری اصلاح قانون انتخابات. بله کاملا. ببینید، شما تو کتابتون آوردین؟ بله، ولی در جلد دوم بیشتر باز میکنم. بله. اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت که موضوع اصلی کار او بود، خب انجام شد و با کارشکنی و دشمنی های زیادی روبرو شد. جالب اینجاست که در نخستین دیدار همین سفیر بریتانیا در ایران با تقی‌زاده، با نخیر، در نخستین دیدارش با شاه، که در گزارشی به وزارت امور خارجه داده، نزدیک به سه هفته پس از آغاز نخست وزیری مصدق بوده و شاه میگه تازه از بیماری رها شده بود و خیلی غم زده بود از اینکه مصدق در واقع نخست وزیر شده. اینا گزارش سفیر هست و میگه من به او دلداری دادم و هر دو به این نتیجه رسیدیم که چه بهتر از هر چه زودتر این موضوع مصدق حل بشود، یعنی از کار برکنار بشود. در اون دوران طرحی که دولت بریتانیا برای ناتوان ساختن مصدق ریخته بود، نخست این بود که شاه رو به طور قطعی از مصدق جدا بکنه و دوم بر پایه اون مقاله‌ای که خانم لمتون که یکی از ایران شناسان برجسته اون زمان بود در مجله تایم، در روزنامه تایم نوشته بود، بر این بود که باید از پایین سازماندهی کرد، از بازار به بالا، مجلس رو هم گرفت و سرانجام مصدق رو از کار برکنار کرد. هنوز طرح کودتا در پیش نبود. در این دوره بیشتر موضوع بر سر این بود که مجلس رو و بازار رو از مصدق جدا بکنن و رفته رفته مصدق رو فلج بکنن و او رو وادار به استعفا کنن و پروژه ملی شدن صنعت نفت رو با بنبست رو بسازن. این طرحی بود که در دست داشتن و نخستین دیدار سفیر بریتانیا با شاه هم
گواه بر این است، بر پایه گزارش سفیر بریتانیا در اون هنگام. در مورد اصلاح قانون انتخابات بفرمایید. بله، قانون انتخابات یه مقدار دشوارتر بود. برای اینکه بتوانند قانون انتخابات رو اصلاح کنند، مصدق نیاز به یک انتخابات تازه داشت. جالب اینجاست که انتخابات چون در اردیبهشت است، 18 انتخابات دوره 17 در دوره بعد است. انتخابات دوره 17 هم در همین میانه اردیبهشت سال 31 به پایان رسید و در میانه راه پس از انتخاب نزدیک به شاید نیمی از نمایندگان، بیشتر از نیمی از نمایندگان انتخابات رو متوقف کردند، چون گزارش‌های زیادی در مورد تقلب آمده بود و جلوگیری کردند. مصدق به این نتیجه رسیده بود در اون زمان که باید از انتخابات شهرداری ها آغاز کنه. این است که یک لایحه‌ای فراهم شد در دوره مجلس 17 هم پس از 30 تیر که لایحه اصلاح انتخابات شهرداری ها بود. اونو کی تهیه کرده بود؟ مصدق تهیه کرده بود. در اون دوران بود که اختیارات داشت و می توانست در هیئت وزیران این قوانین رو تهیه کنه. این قانون رو روزنامه ها به چاپ رساندند و نخستین بار در تاریخ پس از مشروطه در ایران است که دولت به زنان حق رأی داده بود در این قانون. این رو من در کتاب جلد اول کتاب آوردم و در جلد دوم باز خواهم کرد. و با شورش و طغیان آخوندها و مخالفان روبرو شد. حتی در خود مجلس آدمای مانند حسین مکی تومار میخوان در مجلس در مورد مخالفت با حق رأی زنان. حسین مکی که یک زمانی یار مصدق و سرباز وطن بود به اصطلاح، سرباز فداکار، فداکار وطن بود. این قانون شهرداری ها در واقع عملا پس گرفته شد، اجرا نشد و در دوره پس از 28 مرداد هم در دوران زاهدی تغییر پیدا کرد و بخش مربوط به حقوق زنان از اون حذف شد. یعنی اون قسمتی که به زنان اجازه شرکت در انتخابات و حتی انتخاب شدن داده بودند. قانون اصلاح انتخابات مجلس هرگز اجرا نشد، فرصت نیافتند که اون رو انجام بدن. از انتخابات شهرداری ها آغاز کرده بودند، ولی ده ها لایحه دیگر در اون دوران به تصویب رسید. کارهای بسیار بزرگی انجام شد که من در جلد دوم به اون پرداختم. از جمله یکی از مهمترین اونها کاهش بهره مالکانه در ایران بود که تا اون زمان اصلا شنیدنی نبود، اصلا کسی به گوشش نرسیده بود که میتوان به طور قانونی بهره مالکانه رو کم کرد، به روستاییان حقوق بیشتری داد. اینها کارهای تازه‌ای بود که در اون دوران انجام شد. در زمینه حقوق مدنی دو دستاورد بسیار مهم یا ساختار نهادهای مدنی دو دستاورد بسیار مهم مصدق، یکی استقلال قانون وکلا بود که برای نخستین بار قانون وکلا به طور رسمی از دولت مستقل شد، انتخاباتش دیگه زیر سایه وزیر دادگستری نبود. دوم ایجاد اتاق اصناف بود که اتاق بازرگانی و اصناف که وجود نداشت و یه چیزی در کنار برنامه‌های دولتی بود به این استقلال دادن و انتخابات تازه آغاز کردن. کارهایی بود که در اون زمان انجام شد، کارهای زیادی است. من در جلد دوم کتاب به درازا به بسیاری از اونها پرداختم. آقای امینی، چطور شد که آزادی رأی در مورد زنان، بله، افتخارش بهره خمینی شد؟ البته اینجوری باید گفتش که فکر رو مصدق آغاز کرد. شاه در واقع در جریان انقلاب شاه و مردم در انقلاب ششم بهمن این حق رأی رو به زنان داد و در دوران و خمینی سخت مخالفت با اون کرد و سپس در دوران آقای خمینی این رو اجرا کردن گسترده تر از گذشته. البته گسترده تر از گذشته اجرا کردن، واقعیت این است که زنان در ساختارهای بالای جامعه نقش چندانی ندارند همین روز هم. ولی براستی باید گفت که یک جریانی در جامعه ایران وجود می‌داشت که هم مصدق هوادار اون بود و هم در دوره پس از اون شاه هم نشان داد که هوادار در واقع این آزادی ها بوده. و جالب اینجاست که حق رأی به زنان در ایران جلوتر از سوئیس بود، یعنی سوئیس خیلی دیرتر از ایران به زنان حق رأی داد، حق رأی و حق انتخاب شدن داد. ولی بر روی ما از کشوری مانند ترکیه خیلی عقب بودیم. ترکیه در سال 1920
24 به زنان حق رأی داد و حق انتخاب شدن. از فرانسه زودتر؟ از فرانسه زودتر، بله. بله، به سال 24، بله. بله. اولین کشور جهان که به طور رسمی به زنان این حق رو داد بریتانیا، دولت شوروی بود. بله، دولت شوروی. البته یکی دو ایالت در آمریکا این حق رو داده بودند به زنان، ولی دولت آمریکا تا سال 1921 این حق رو به زنان نداده بود، نپذیرفته بود. شوروی ها که این بعد از انقلاب اکتبر، یعنی جزء قانون به هر حال اصلی، قانون اساسی کشور شوروی بود که به زنان حق رأی دادن. بعد یعنی 1918 یا 18 بعد 17-18 بعد. عجب. ترکیه یا 24 بود یا 28، مطمئن نیستم، فکر میکنم 1924 بود. ولی به هر حال نخستین کشور اسلامی جهان، که کشوری که بیشتر مردمش مسلمان هستن، که به زنان حق رأی داد، دولت ترکیه بود. در این زمینه از همه کشورهای دیگه جلوتر بود. صحبت از شاددوام پدرتون در میان آمد. بله. ایشون در ارتباط با قانون شهرداری ها چه نقشی داشتن؟ 5-6 دقیقه مونده به آخر برنامه. من گواهی در دست ندارم که پدر من در اون هنگام در تنظیم قانون انتخابات شهرداری ها نقشی داشته باشند. پدر من جوانترین شهردار تهران بود، در دوران زنده یاد مصدق به این مقام برگزیده شد، ولی کار او اساسا در زمینه بازرسی نخست وزیری بود. از این راه هم با مصدق آشنا شد، بازرسی دادگستری و سپس بازرسی نخست وزیری و سپس شهردار تهران، رئیس بیمه های اجتماعی و کارهای از این دست. در نوشتن قوانین پدر من جزو رایزنان زنده یاد مصدق نبود. تا اونجا که من آگاه هستم و در گفتگوهایی که با ایشان داشتم، گواهی ندیدم که در تنظیم این سند ایشان نقشی داشته باشند. در اون زمان خیلی هم جوان بود پدر من. پدرتون؟ بله، یعنی در سطح به هر حال نوشتن قوانین شاید نبودن. پس از اون پدرتون به وکالت دادگستری پرداختن؟ بله، پدر من وکیل دادگستری بودن و وکیل شخصی دکتر مصدق. نه وکیل سیاسیشون. ببینید، مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شد و طبق قانون دادرسی نظامی فقط نظامیان می توانند، در بیشتر کشورهای جهان هم چنین است، که هنگامی که کسی رو در یک دادگاه نظامی محاکمه می کنند، که یک کار بسیار زشتی هم بود، که چون دادگاه نظامی در کشورهای دیگر اساسا صدا می کشید. آقای امینی؟ بله. موافق این که آهنگ مخصوص رو همکنون بنوازیم؟ چقدر مونده به برنامه؟ به پایان برنامه؟ 4 دقیقه مونده. ولی خب، پس 4 دقیقه از اون آهنگ رو میتونیم پخش کنیم. بله. پس تا هفته آینده، روز روزگار به شما. روز روزگار بر شما هم خوش و بر همه همیانان گرامی. با سپاس از آقای امیر. سوار
بار نیامد بگداخت شب سوخت سراها شکیبت ای باغبان ای باغبان ای باغبان بهار نیامد بسته به زنجیر ای شیر پیر بسته به زنجیر از بندت هیچ آر نیامد از بندت هیچ آر نیامد ای شیر پیر بسته به زنجیر پیر بسته به زنجیر از بندت هیچ آر نیامد